سلام بر شما با مجموعه خبری ساعت 10 از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. در نخست چند سرخط. خواسته امارت اسلامی برای حل اختلاف ها از راه گفتگو با مخالفانشان، اما در برابر هر گونه اقدام نظامی هشدار می دهد. اگر به کمک بکنه به صلح و ثبات افغانستان مشکلی نداره، ولی چقدر که ما آگاهی داریم اگر تلاش بورزن که مخالفت ایجاد کنن و کارهای نظامی متوسط شوند، بدون شک مردم افغانستان باز برشان اجازه نمید. احتمال آغاز کار کمیسیون های رسانه‌ای تا چند روز دیگر. سخنگوی امارت اسلامی میگوید از رسانه ها و فعالیت های آنان پشتیبانی میکنند. عوض از اینکه خدای نخواسته باز استخبارات مداخله بکنه و یوتان های مختلف یا تحقیر و توهین به میان بیا، کمیسیون تخطی ها بررسی تخطی ها پس احیا شده، انقریب کار خود آغاز میکنه. انتقاد سیگر از سیاست های آمریکا در برابر افغانستان، مقصر ترامپ و بایدن خوانده می شود. فساد سیاسی و فساد اقتصادی در داخل افغانستان از جمله عوامل عمده بود که حکومت افغانستان را فرو پاشاند. ادامه روند تخلیه نظامیان اوکراینی در ماریوپول اوکراین. من سبقه سپهر است. یک روز پس از برگزاری نشستی با شرکت برخی از سیاستگران و رهبران پیشین جهادی در ترکیه، اعلامیه ای از سوی آنان در دو بخش پخش شده است. به باور آنان ایجاد این شورا برای بیرون رفت از اوضاع کنونی افغانستان اثرگذار است. همزمان با این امارت اسلامی میگوید که برای مخالفانش راه تفاهم را باز نگه داشته، اما در برابر هر گونه اقدام نظامی هشدار داده است. شورای زیر نام مقاومت ملی برای نجات افغانستان که در آن شماری از سیاستگران، رهبران جهادی پیشین و مقامهای حکومت پیشین شرکت دارند، اعلامیه ای را در دو بخش پخش کرده است. در این اعلامیه آمده است که فعالیت‌های این شورا همزمان بر هر دو بخش، یعنی مذاکره و اقدامهای دفاعی و نظامی، متمرکز خواهد بود. برنامه کاری این جبهه دو بخش عمده سیاسی و نظامی دارد. بدون شک ترجیح ما رسیدن به یک صلح پایدار از راه سیاسی است. به احتمال زیاد این نشست ادامه پیدا کنه و یکی از کشورهای دیگر شاهد میزبانی نشست بعدی خواهد بود. این نشست روز پیش در ترکیه برگزار شد. ما افغانا پیشنهاد می نماییم که تمامی شخصتا و افغانایی که در خارج و در داخل کشور هستند، اگر واقعا به خاطر منافع ملی افغانستان می اندیشن، باید از راه صلح‌آمیز، از راه یک اجماع سیاسی گرد هم آمده. اما پیامدهای ایجاد این گونه شوراها چی خواهد بود؟ می تونه یک تهدید بسیار بزرگ را ایجاد کنه برای امنیت فعلی، که امنیت نسبی که به میان آمده، و طالبان باید یک بار دیگه به پالیسی های خود مرور کنن. همزمان با این، کابل میگوید که حکومت سرپرست راه گفتگو و تفاهم را با چیره های مخالفش باز گذاشته است، اما از هر گونه اقدام نظامی هشدار میدهد. اگر به کمک بکنه به صلح و ثبات افغانستان مشکلی نداره، ولی چقدر که ما آگاهی داریم اگر تلاش بورزن که مخالفت ایجاد کنن و کارهای نظامی متوسل شوند، بدون شک مردم افغانستان باز برشان اجازه نمید. این در حالی است که به گفته امارت اسلامی، کارشیوه کمیسیون برگشت چهره های سیاسی که چند پیش ایجاد شده است، به زودی اعلام خواهد شد. بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان در یک گزارش تازه‌اش میگوید که تصمیم های جو بایدن و دونالد ترامپ سبب شد تا آمریکا در افغانستان شکست بخورد و نظام پیشین در افغانستان سرنگون شود. در این گزارش سیاست های آمریکا در برابر افغانستان به انتقاد گرفته شده است. سیگر یا بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش به چگونگی سیاست‌های ایالات متحده در افغانستان پرداخته است. سیگر نگاشته که سیاست‌های نادرست جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور برای خروج از افغانستان سبب شد که حکومت پیشین با شکست روبرو شود.
یافته های سیگر نشان می دهد که سقوط حکومت پیشین در نتیجه تصمیم های دو رئیس جمهور امریکا برای خروج از افغانستان بوده است، در حالی که ارتش افغانستان خودکفا نبود. در این گزارش آمده که ایالات متحده برای ایجاد یک سکتور کمک های امنیتی مؤثر و پایدار به افغانستان از همان آغاز با شکست روبرو بوده و نبود یک راهکار منظم امریکا سبب شد تا این کشور شتابان از افغانستان بیرون شود. ترامپ دست دقیق سیاست ندارد. کلی ویل چه خود سطیل افغانستان باستم کلی نور باستم. او جوبرر معمولا در افغانستان نپار از قتل برخورد کهو او دیر زیاد اعتبار پاکستان بنده دوده. نبینان در حالات تا وزیاد در طرح سرد دوهی تلون خصوصا دیگه درم ماده یا درم بند دقیق تطبیق نسد. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل سیاسی در این باره دیدگاه های گوناگونه دارند. عدم هماهنگی میان سیاست‌های خارجی کشورهای زیردخل در تحولات افغانستان، فساد سیاسی و فساد اقتصادی در داخل افغانستان از جمله عوامل عمده‌ای بود که حکومت افغانستان را فرو کشاند. سیگر همچنان نگاشته که علت‌های دیگر سقوط حکومت پیشین افغانستان را به‌زودی در گزارش‌های دیگر همگانی خواهد ساخت. کار کمیسیون های حق دسترسی به اطلاعات و تخطی های رسانه ای به زودی آغاز خواهد شد. سخنگوی امارت اسلامی میگوید که کارهای این دو کمیسیون تا چند روز دیگر به گونه عملی آغاز می شوند. ذبیح الله مجاهد میگوید که حکومت سرپرست از رسانه ها و فعالیت های آنان پشتیبانی می کند. متوقف ماندن کار کمیسیون های حق دسترسی به اطلاعات و تخطی های رسانه ای از مسائلی بوده است که همواره انتقاد های را در پی داشته است. اما اکنون سخنگوی امارت اسلامی می گوید که کارهای این دو کمیسیون تا چند روز دیگر آغاز خواهند شد. از این به بعد اگر کدام تخطی صورت می گیرد در رسانه ها یا مربوط به رسانه ها، ای به عوض از اینکه خدای نخواسته باز استخبارات مداخله بکنه یا ارگان های مختلف یا تحقیر و توهین به میان بیاید، کمیسیون تخطی ها بررسی تخطی ها پس احیا شده عنقریب کار خود را آغاز میکنه. از سوی هم وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که در حال حاضر 170 رسانه در کشور از فعالیت باز ماندند، اما اکنون 198 رسانه دیداری و شنیداری فعالیت دارند و برای 10 رسانه دیگر جواز فعالیت نیز توزیع شده است. به طول افغانستان که 415 صوتی او تصویری رسانه موږ ثبت لرو. د 1202 کال را په دې خوا تر ننه پورې 415 صوتی او تصویری رسانه موږ ثبت لرو چې موږ سره راجستر دي، جوازونه یې اخیستي دي. همزمان با این، مسئولان شماری از نهادهای حامی رسانه ها که در این نشست شرکت کردند، از امارت اسلامی می خواهند که به اصول کار رسانه ها و خبرنگاران حرمت بگذارند. حکومت باید د خبریالانو په وړاندې د بدګمانۍ احساس ته د پای ټکی کیږي او ټولو مسؤولینو ته لارښوونه وکړي چې د خبریالانو قانوني حقونو ته درناوی وکړي. در پایان این نشست ذبیح الله مجاهد از مسئولان رسانه ها خواست که در نشر و پخش مطالب منافع ملی و اصول اسلامی را در نظر گیرند. شماری از کودکان مبتلا به سرخکان در سال جاری میلادی در مقایسه با سالهای پیش افزایش چشمگیری یافته است. وزارت صحت عامه میگوید که در سال جاری بیش از 40,000 کودک به سرخکان مبتلا شدند. عدم کارزار واکسیناسیون از علتهای اصلی پنداشته می شود که سبب افزایش این بیماری در کشور شده است. از سوی هم وزارت صحت عامه میگوید که از بهر کاهش این بیماری کارزاری را آغاز می کند. وزارت صحت عامه می گوید که شمار مبتلایان بیماری سرخکان در کشور در مقایسه با سالهای پیش افزایش چشمگیری یافته است. این وزارت می افزاید که چالش ها در کارزار واکسیناسیون این بیماری در سال پار میلادی سبب شدند که سرخکان در سال جاری افزایش یابد. 2018 29872 مبتلا 215 جان باخته. 2019 4187 مبتلا 10 جان باخته. 2020 5234 مبتلا 18 جان باخته. 2021 3333 مبتلا 108 جان باخته. 2022 44200 مبتلا 288 جان باخته. تا آخر ماه می ما در حدود 10 میلیون دوز واکسین ما خواهد داشتیم. انشاءالله بعد از ماه می یک کمپاین وسیع تر در تمام افغانستان ما بخاطر جواب با واقعیت مثبت میزلز یا سرخکان ما برای خواهد انداختیم.
پلوشه و شیدا مادرانی هستند که کودکانشان از بهر بیماری سرخکان به شفاخانه بستری است. پری روز تاو کرد، باز دین روز دیدم که دریش برآمد. دریش سرخ سرخ شد، تیره گفتن شاید اساسیت باشه، در جانش نبود. با صبح سعی کردم که شب تا صبح ای بچه که دارم تاو بسیار وضعش خراب بود، سعی کردم که در جانشم خال خال برآمده. روزای خوب نداریم، کجا داریم؟ کاش که می داشتیم. شوارم در جان جوانی معیب شد. همزمان با این برخی از پزشکان علت افزایش این بیماری را بی کیفیت بودن واکسین ها می دانند. یگان مردم واکسین هم شده سرخکان گرفته. در خودی همی که فیت واکسین که هستی باید تجدید نظر شود که نگاهداری چه قسم میشه، کدام واکسین که مطلب با کدام سانتیگرید ای باید محافظت شود، همی کسی پرسونال که مسلکی هست نیست. با این همه وزارت صحت عام میگوید که بانک جهانی برای نخستین بار کمک‌های بشری را با وزارت صحت افغانستان به ارزش 150 میلیون دلار تسویب کرده است. با گفته سخنگوی این وزارت، بخشی از آن برای پیکار با بیماری سرخکان ازینه خواهد شد. شماری از بانوان به مناسبت هفته کتاب یک نمایشگاه خیابانی را در کابل برگزار کردند. آنان میگویند که این کار را به هدف ترویج کتابخوانی در کشور آغاز کردند. از سوی هم بازدید کنندگان برگزاری چنین برنامه ها را میستایند. شماری از بانوان در کابل نمایشگاه خیابانی کتاب را به هدف یادبود از هفته کتاب برگزار کردند. دلگرم ساختن مردم به کتابخوانی هدف برگزاری این برنامه است. ما خواستیم به مناسبت هفته کتاب یک برنامه خیابانی نمایشگاه کتاب داشته باشیم، به خاطر هفته کتاب و همچنان به مناسبت از اینکه بر از اینکه فرهنگ کتابخوانی را ما هدف ما است که ترویج بدیم. این روز مصادف است با می آخرین روز هفته کتاب و ما خواستیم از می هفته کتاب یک قدردانی کنیم و این را ما تجلیل کنیم. پیام من به تمام خانواده های عزیز است که بیشتر اطفال خصوصا از سن طفولیتشان تا اینکه نوجوان میشن و جوان میشن با کتاب خواندن تشویق کنند. همزمان با این شماری از بازدید کنندگان برگزاری چنین برنامه ها را می ستایند و از جوانان می خواهند که به فرهنگ کتابخوانی روی بیاورند. ملت هایی که کتاب می خوانند محکوم به تکرار تاریخ نیستند، دوباره چیزهای تازه نو می سازند و به جهان تحویل می دهند. افغانستان آباد، آزاد و مترقی نیازمند جوانای کتابخوان و کتاب است. در همین حال برخی از آگاهان فرهنگی میگویند که حکومت باید زمینه آموزش را در کشور بیشتر فراهم بسازد. توقع می رود که زمینه درس، تعلیم، مکتب، مدرسه، کتاب و کتابخانی توسط حکومت ها فراهم ساخته شود. کارگیری از کتاب ها به عنوان ابزار برای صلح، کسب علم و دانش، ترجمه فرهنگ ها و حرمت گذاشتن به حقوق نویسندگان و پدید آورندگان می باشد. سفالگاران در کندوز از آنچه که خطر نابودی صنعت سفالگری در این ولایت می گویند ابراز نگرانی می کنند. به گفته آنان وارد کردن ظرف های خارجی در کشور سبب شده تا این صنعت با رکود روبرو شود. از سوی هم مسئولان در ریاست صنعت و تجارت می گویند که آنان متعهد به پشتیبانی از این صنعت هستند. سفالگری یکی از پیشه های دیرینه در افغانستان است. تقریباً گفتم 20 سال 22 سال پیش ما این ساختمانچی را که می ساختیم، مثال گلدان اجزای وسایت کلالی را تا تاجیکستان و جرمنی و بسیار مملکت خارجی می رفت، ولی فعلا از بای نفته. سفالگران کندوزی که از بام تا شام با امکانات اندک ظرف های گلی و رنگین می سازند، از کمرنگ شدن کاروبارهایشان نگران هستند. تبارای خمیری بود، کاسای نانپوری بود، گلدان، این چیزها را جور میکنیم. ولی تجارت خارجی هست دیگه، این چیزها را میاره از طرف خارج، پلاستیکیش هم میاره، هرمونهیش میاره دیگه، فعلا کارا نیسته. برخی از آگاهان مسائل فرهنگی از امارت اسلامی میخواهند که برای رشد این صنعت زمینه صادر کردن آن به بیرون از کشور را فراهم کنند. در بعض گواندوی هوادون لکه ایران، پاکستان، چین، حقا لوخی چه دوی پلاستیکی، هرمونیایی، جوری و واردی گی افغانستان تا دقا سنت یه لرسون اصد رکود سرا مخامخ کلید.
از سوی هم مسئولان در ریاست صنعت و تجارت ولایت کندز میگویند که از بهر رشد این صنعت در کشور گامهایی را برداشته اند. ما تلاش میکنیم که زمینه بازاریابی صنعت سفالی را به خارج از کشور مساعد سازیم. بر بنیاد روایت های تاریخی، صنعت سفالگری نزدیک به 400 سال پیش از بخارا به افغانستان انتقال کرد و از آن به بعد تا کنون در گوشه و کنار این کشور بقایای آن بر جا مانده است. به ادامه خبر ده خوش آمدید. 10 معدن سنگ کرومایت به 10 شرکت خصوصی واگذار شد. وزارت معادن و پترولیم میگوید که در روند داوطلبی این معدن بیش از 200 شرکت حضور داشتند که از این میان 10 شرکت برنده شدند. سرپرست وزیر معدن و پترولیم تعهد میکند که در تلاش استخراج معدن به گونه شفاف است. شرکت های خصوصی برای دریافت قرارداد سنگ کرومایت با هم رقابت می کنند. بیش از 200 شرکت برای 10 معدن. سرپرست وزارت معادن و پترولیم می گوید که روند سروی و بلاک بندی این معادن به پایان رسیده است. هر معدن جدا جدا بلاک بندی سوی. بیا دیده اعلان سوی ده هر معدن لپاره اگر مشخصات پیارز بندلس واره. مشخصات اعلان سوی دی ملی تلویزیون که راتو که اخبار که دی مکو تویتر که پو ویب سایت که پده طولو که اعلان سوی دی او دی دیلو پارا بیا اعلان سوی دی شورون راسی پل درخواستو نجام که. وزارت معادن و پترولیم می گوید که ناظران این وزارت از روند استخراج شرکت های خصوصی نظارت خواهند کرد. یا انجنر بفرمادن که این سیتاسی استخراج فنی و که غیر فنی مونه که فنی دشنه که شمادن خپل مطلب پر خراب که یو او دو کسان با پاک، متقیان، زوانان، حافظان، نیکان داد سرای نظارت بکی. از میان 209 شرکتی که در این داوطلبی اشتراک کردند، 10 شرکت آن برنده اعلام شد. برخی از مسئولان شرکت‌های برنده می‌گویند که با آغاز استخراج معدن کرومایت، زمینه کار به مردم فراهم خواهد شد. من امید لرم چې ان شاء الله په دغه معدن کې به په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې پلسهو خلکو ته د کار زمینه برابر شي. در این پروژه قرار است شرکت اطمینان ملی مبلغ 30,000 افغانی ریالیتی یا عقل امتیاز به وزارت معادن و پترولیم پرداخت بکنند. بیشتر سنگ کرومایت در ولایت های لوگر، پروان، کندهار، زابل، خوست و کابل وجود دارند که با استخراج آن در کنار ایجاد جایکار به مردم درآمد حکومت نیز افزایش خواهد یافت. باز هم خوش آمدید. شماری از آموزگاران در لوگر خواهان تسلیم دهی نمرات رهاییشان از سوی امارت اسلامی هستند. آنان میگویند که 15 سال است به دنبال سرپناه هستند، اما تا اکنون در خانه های کرایی زندگی میکنند. در همین حال مقام های محلی لوگر این مشکل را میپذیرند و میگویند که به زودی به این مشکل رسیدگی میشوند. آموزگاران در لوگر علت به دست نیاوردن نمرات زمین هایشان را مداخله های زورمندان می دانند و می گویند که برای آموزگاران 3 سال پیش یک نمره در شهرک آموزگاران توزیع شدند، اما تا کنون به علت مشکلات به وجود آمده زمین هایشان را تسلیم نشدند. خواست ما، هدف ما این است که معلمین یک قشر بیچاره و یک قشر افتاده جامعه افغانستان هست. ما از امارت اسلامی خواست مامی هست که اگر بتوانن اینا باز معلمین جمع بکنن. در وقتی که برای معلم نمرات توزیع شد، داده شد، همین تحول وجود آمد، همین مشکل شهرک معلمین لاینحل همین تومانده. این آموزگاران از نبود سرپناه شکایت دارند و میگویند که بسیاری از آموزگاران در خانه های کرایی زندگی میکنند. خواهش ما از امارات اسلامی افغانستانی است که همین نمرات معلمین که به هر معلم توزیع شده اونا مورا بروند براشان اعلان بکنه که بون سر نمراتان کارتان بکنه. من میال خودم بیخی خانه ندارم و در تقریبا یک ماه میشه یا دو ماه میشد که من پشت زمین مگردم که یک بیس و زمین اگر پیدا بکنم امورا بگیرم خانه جور کنم. در همین حال مقام های محلی لوگر چالش ها در شهرک آموزگاران را میپذیرند و اطمینان میدهند که به این چالش ها رسیدگی خواهند شد. تیر نظام که دیگه مختلف وکیلان و
آسیبینو بده که پرا خلاص درود او دیدی ته نفر خودل سیدی دا مالیمن حق تو سپارل سی بلکه سنزی او خندو نه ایجادول تر دې پرځه پروسه تر د وخت پر لزام سره مخ دي مالیمن حق ده کوم شای سی اصولا د موږ د ادارې لخوا نه د مالیمن په نوم باندې انتقال سوی هغه باید د موږ رهبری لخوا نه مالیمن ته ورسیږي. آمارهای رسمی ریاست معارف لوگر نشان می‌دهند که برای بیش از 3300 آموزگار در شهر و ولسوالی‌های این ولایت زمین‌های رهایشی در نظر گرفته شده است. مسئولان ریاست امر به معروف و نهی از منکر در ولایت غزنی در گرد همایی می‌گویند که دست کشورهای خارجی در تطبیق حجاب اسلامی بوده و نمی‌گذارند که حجاب اسلامی در کشور به گونه درست و اساسی آن تطبیق شود. رئیس امر به معروف و نهی از منکر در این گرد همایی از تمامی باشندگان غزنی و به خصوص عالمان دین خواست تا در تطبیق حجاب اسلامی با آنان همکاری نمایند. در همین حال عالمان دینی نیز میگویند که تمام مردم در تطبیق حجاب اسلامی مکلفند و باید زن و مرد مسلمان در راستای تطبیق حجاب اسلامی تلاش‌های زیادی را به خرج دهند. به ادامه خبر ده باز هم خوش آمدید. بازرگانان در ولایت کندز بسته ماندن گمرک شیرخان بندر را به زیان صادرات و واردات کشور میدانند. این بازرگانان از نهادهای مسئول میخواهند تا هرچه زودتر درباره این مشکل با مقام های تاجیکستانی گفتگو کنند. شیرخان بندر از چند روز بدین سو از سوی مرزبانان تاجیکستانی بسته شده است. اینجا بندر بازرگانی شیرخان در ولایت کندز است. از چند روز به این سو به دلیل های مختلف مانند صادر نشدن ویزا برای داد و ستود بازرگانی بسته شده است. کوم حق حقوق سیمغله رو نړیوال اصول کوم حقوق حقوقله رو په غوډی تاجکستان موږ ته قایل سي. تاجکستان څه دلیل لري چې موږ خرج ویزا په لاس کې لري ویزا یې ورکړی ده اوس اجازه نور که ویسی تاجکستان تا داخل با ویزا و پاسپورت از طرف امارات اسلامی هیچ کدام مشکل برشان نبود و تمام زمینه سهولت برشان برابر بود. در مقابل از اون نه تجار ما رفته میتانه و نه موتروان افغانی ما رفته میتانه. در همین حال اتاق تجارت و سرمایه گذاری کندوز بسته ماندن گذرگاه مرزی شیرخان را چالش جدی در برابر بازرگانان میداند. خبر اوس روان دی خبری به نتیجه ورکی زر تر زر به دلار اخلاصی لپاره دی سی تجاران ته ډیر غټ مشکل ده. هم دی خوا تجاران ته هم دی غیر خوا تجاران ته. ما د امارات اسلامی میخوایم کی مشکل به دوترین فرصت امرای دولت تاجیکستان حل بسازه او دولت تاجیکستان هم از دولت تاجیکستان هم تقاضا را داریم که تاجرای افغانستان بعد از ویزا برشان بوته او قبولشان کنه مشکل حل شوه. در همین حال رانندگان تاجیکی نیز میخواهند که سهولت‌های بیشتری برای بازرگانان هر دو کشور فراهم شود. کار تجار خوب شد، کار شوفیر خوب میشه، کار گروز چی میگه ما جوالی میگن شما، کار جوالی خوب میشه، خی خلق خوب میشه. همین دوستی باشه رفت اومد باشه چکله. ما همجا سه روز شده همجا ایسته هستیم، کسی به ما غرض هم نگفته، کسی به ما کار هم نداره. خدا شکر همه آروم آروم ایسته. ما این آمده هم همیجا سه روزه همیجا هم خدا نصیب کرده باشه آزی میره خانه همون دیگه. کسی ما رو یکم چی هم نگفته یکم حضور هم نداره. بندر تجارتی شیرخان در حال بروی داد و ستود بازرگانی بسته می شود که پیش از این برخی رسانه ها گزارش های درباره تنش های نظامی و سیاسی میان مرزبانان افغانستان و تاجیکستان به نشر رساندند. اما این ادعاها از سوی امارت اسلامی رد شده است. همزمان با روز جهانی کتاب، نمایشگاه کتاب امروز در ولایت بادغیس برگزار شده است. در این نمایشگاه در حدود 10,000 کتاب های گوناگونی برای 3 روز به نمایش گذاشته می شود. بازدید کنندگان این نمایشگاه برگزاری این گونه نمایشگاه ها را اثرگذار می دانند. نمایشگاه سروزه کتاب در ولایت بادغیس راه اندازی شد. در این نمایشگاه سروزه نزدیک به 10,040 کتاب و عناوین مختلف به نمایش گذاشته شده است. الیاس الطاف فارغ تحصیل اقتصاد راه اندازی چنین نمایشگاه‌هایی را ایجاد انگیزه برای شهروندان می‌تواند و می‌گوید که زمینه برای شناخت علاقمندان با کتاب‌ها نویسندگان مختلف و کتابخوانان می‌شود. او اما می افزاید نبوده یک کتابخانه مجهز در بادغیس عمده ترین مشکل است که خود و دیگر شهروندان با آن
روبرواند. جای نگرانی بوده و هست و ما خواهشمندیم از امارت اسلامی افغانستان در رابطه به تهیه کتابخانه اومد در سطح ولایت بادغیس اقدام بکنند تا که اینمو محدودیت هایی که در رابطه به مطالعه و چیزهایی وجود داره برطرف بکنند. در همین حال شماری دیگر از اشتراک کنندگان این نمایشگاه نیز از عدم کتابخانه غنی و کاهش علاقمندی جوانان به کتابخانه ابراز نگرانی می کنند. آنان دلیل کاهش علاقمندی به کتاب نسل امروزی را قربانی جنگ و هم قربانی فضای مجازی می دانند. یکی از مشکلاتی که در ولایت بادغیس همین است که کتابخانه مجهز نیست. بعضی از مؤسسینی که صنف 4 که مونوگراف دارند واقعا با کمبود منابع مواجه هستند. در هر عصر چه زراعت است اقتصاد است، در قرینه یک کتابخانه واقعا مجهز وجود نداره. وجود که مثلا ریاست داد فرهنگ همچون برنامه‌ای را پیش میگیره واقعا خیلی تاثیرگذار است. فعلا هم که ما نیاز به خاطر سمینارهای علمی که به ما داده میشه، ما نیاز به کتابهای متفاوت داریم که راجع به ما باید مطالب در اثر ما قرار بگیره. دیگه ما به همچو کتابخانه ای که در اثر ما همچو کتابها باشه نیازی مبارم داریم. از سوی هم مسئولان در ریاست اطلاعات و فرهنگ بادغیس عدم کتابخانه استاندارد و مجهز را میپذیرند و میگویند در تلاش ایجاد یک کتابخانه مجهزند. ما هم د دې په تلاش کې د آینده لپاره چې د کتابخانه ته ټوالې ورکو او شمیرې زیات شي کتابو او زموږ هیوادوال د هغو څخه ګټه واخلي. نمایشگاه کتاب به ولایت بادغیس در حالی برگزار می شود که در تعداد ولایات از جمله پایتخت کشور به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود خریدار کتاب مسدود شدند. رو آوردن کودکان به کارهای شاق در ولایت جوزجان زمینه های آموزش برای آنها محدود شده است. باشندگان جوزجان می گویند که کارهای شاق و تلاش کودکان برای کسب درآمد خانواده ها از بهر نیازهای روزمره سبب شدند تا زمینه های آموزش برایشان محدود شود. بسیاری از کودکانی که امروز برای پیدا کردن لقمنان تن به کارهای شاقه می دهند، نانآورانشان را از دست داده اند و همچنان افزایش فقر و بیکاری سبب شده تا خانواده ها این گونه کودکانشان را برای تأمین نیازهای روزمره وارد بازار کار کنند. اطفال کار میکنن، بعدش پدر مادر نداره، صغیر است، نانوار خانواده نداره. پدر مادر که نداشته باشه، دیگه نداشته باشه، چطور کنه؟ این کودکان از امارت اسلامی میخواهند تا به خانواده هایشان در زمینه نیازهای روزمره کمک کند و زمینه آموزش و پرورش را نیز فراهم نمایند. روزانه ساعت دارم، ما دور بودم نان میبرم. مکتب خانم در اینجا کار میکنم، نصف روزا در اینجا کار میکنم، نصف روز در مکتب میرم. پدر من در جنگل باغ باغبان است، همونجا کار میکنم پدرم. در این حال رئیس معارف جوزجان میگوید ما برای آموزش کودکان بی‌بضاعت مکاتب و مدارس را آماده کردیم که در کنار علوم عصری علوم دینی را هم کسب نمایند. آقای جواد همچنان می‌افزاید و مردم اطمینان می‌دهیم که برای کودکان بی‌بضاعت زمینه آموزش و پرورش را فراهم نماییم و در این عرصه همکاری خانواده‌ها را نیز خواهانیم. سکتور خصوصی افغانستان به دلیل نبود پرواز تجاری شرکت‌های بزرگ هوانوردی میلیون‌ها دلار زیان دیدند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که 8 تا 9 ماه می‌شود که پرواز کارگو از طریق شرکت‌های هوانوردی خارجی به افغانستان قطع است و توقف این پروازها بر صادرات اثر منفی گذاشته است. از سوی هم وزارت ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید که به دلیل منافع ملی و دقت در قرارداد تا اکنون مسئولیت ارائه خدمات 5 میدان هوایی کشور به شرکت‌های جهانی واگذار نشده است. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید که به دلیل واگذار نشدن 5 میدان هوایی کشور به شرکت‌های معیاری جهانی سکتور خصوصی کشور زیان دیده و بر صادرات کشور اثر منفی گذاشته است. یک عضو هیئت مدیره این اتاق به این باور است که بیشترین آسیب بر دادوستد افغانستان با هند و چین وارد شده است. ماهانه هزارها تن میوه خشک و تازه و همچنان نباتات طبی خصوصا هنگ
ایرا این به هندوستان صادر میکردیم و به میلیون ها دلار عواید میامدن. بنان این وضعیتی که فعلا هستن مستقیما متضرر میشه سکتور خصوصی. بیش از 7 ماه از چون ازنی امارات اسلامی با شرکت مشترک قطری ترکی درباره قرارداد ارائه خدمات 5 میدان هوایی کشور میگذرد، اما تا هنوز این قرارداد نهایی نشده است. موږ خبر جریان نری دغسې د قرارداد موضوعات اکثره داسې وي چې تر څو چې پای ته ونه رسېږي هر جزء خلاف د اصولو وي ویلي، نو موږ د دوی تخنیکي ټیمونه سره ناست دي چې یو نهایي تفاهم ته ورسېږو انشاءالله رسنیو سره او د هیوادوالو سره به دا شریکې شي. به طبقه نقطه ازید رشت ما 8 ماه پرواز به ما بعقب انداختیم، 8 ماه انتقالات کالاها را بعقب انداختیم، 8 ماه مصارف فرصتی را به وجود آوردیم، 8 ماه امکانات کلان است خدماتی را که این دو کشور به وجود می آورد ما شما در قبل نتانست استفاده بکنیم و 8 ماه نمایش یک مدیریت ضعیف نشان داریم. در حال حاضر شمار زیاد از مسافران به گونه ترانزیت و با هزینه های زیاد به شمار از کشورها سفر می کنند. یک شرکت گردشگری می گوید که به دلیل نبود پرواز شرکت های بزرگ هوانوردی شمار از شرکت های گردشگری کاربار خود را از دست دادند. فعلا پروازهای مستقیم نیز مردم بسیار با مشکلات ها هست، بسیار زد با مشکلات است. اگر این رقم برنامه ادامه پیدا بکنه پروازها شروع نشه، هم به مردم سخت است هم به شرکت های تراول ایجنسی سخت است. بر بنیاد اطلاعات وزارت ترانسپورت و هوانوردی روزانه 20 تا 25 پرواز داخلی و خارجی در میدان هوایی کابل انجام می شوند که با واگذاری قرارداد این میدان شمار پروازهای خارجی و درآمدهای کشور افزایش خواهند یافت. یک روز پس از برگزاری نشستی با شرکت برخی از سیاستگران و رهبران پیشین جهادی در ترکیه، اعلامیه از سوی آنان در 2 بخش پخش شده است. به باور آنان ایجاد این شورا برای بیرون رفت از اوضاع کنونی افغانستان اثرگذار است. همزمان با این امارت اسلامی میگوید که برای مخالفانش راه تفاهم را باز نگه داشته، اما در برابر هر گونه اقدام نظامی هشدار داده است. شورای زیر نام مقاومت ملی برای نجات افغانستان که در آن شماری از سیاستگران، رهبران جهادی پیشین و مقامهای حکومت پیشین شرکت دارند، اعلامیه ای را در 2 بخش پخش کرده است. در این اعلامیه آمده است که فعالیت‌های این شورا همزمان بر هر 2 بخش یعنی مذاکره و اقدامهای دفاعی و نظامی متمرکز خواهد بود. برنامه کاری این جبهه 2 بخش عمده سیاسی و نظامی دارد. بدون شک ترجیح ما رسیدن به یک صلح پایدار از راه سیاسی است. به احتمال زیاد این نشست ادامه پیدا کنه و یکی از کشورهای دیگر شاهد میزبانی نشست بعدی خواهد بود. این نشست روز پیش در ترکیه برگزار شد. ما افغان‌ها پیشنهاد می‌نماییم که تمامی شخصیت‌ها و افغان‌هایی که در خارج و در داخل کشور هستند اگر واقعا به خاطر منافع ملی افغانستان میاندیشند باید از راه صلح‌آمیز از راه یک اجماع سیاسی گرد هم آمده. اما پیامدهای ایجاد این گونه شوراها چی خواهد بود؟ میتونه یک تهدید بسیار بزرگی را ایجاد کنه برای امنیت فعلی که امنیت نسبی که به میان آمده و طالبا باید یک بار دیگه به پالیسی های خود مرور کنند. همزمان با این کابل میگوید که حکومت سرپرست راه گفتگو و تفاهم را با چیره های مخالفش باز گذاشته است، اما از هر گونه اقدام نظامی هشدار میدهد. اگر به کمک بکنه به صلح و ثبات افغانستان مشکلی نداره، ولی چقدر که ما آگاهی داریم اگر تلاش بورزن که مخالفت ایجاد کنند و کارهای نظامی متواصل شوند بدون شک مردم افغانستان باز برشان اجازه نمیده. این در حالی است که به گفته امارت اسلامی کارشیوه کمیسیون برگشت چهره های سیاسی که چند پیش ایجاد شده است به زودی اعلام خواهد شد. بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان در یک گزارش تازه‌اش میگوید که تصمیم های جو بایدن و دونالد ترامپ سبب شده تا آمریکا در افغانستان شکست بخورد و نظام پیشین در افغانستان سرنگون شود. در این گزارش سیاست های آمریکا در برابر افغانستان به انتقاد گرفته شده است. سیگر یا بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارش به چگونگی سیاست‌های ایالات متحده در افغانستان پرداخته است.
سیگر نگاشته که سیاست های نادرست جو بایدن رئیس جمهور امریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین این کشور برای خروج از افغانستان سبب شد که حکومت پیشین با شکست روبرو شود. یافته های سیگر نشان می دهد که سقوط حکومت پیشین در نتیجه تصمیم های دو رئیس جمهور امریکا برای خروج از افغانستان بوده است، در حالی که ارتش افغانستان خودکفا نبود. در این گزارش آمده که ایالات متحده برای ایجاد یک سکتور کمک‌های امنیتی مؤثر و پایدار به افغانستان از همان آغاز با شکست روبرو بوده و نبود یک راهکار منظم آمریکا سبب شد تا این کشور شتابان از افغانستان بیرون شود. ترامپ دست دقیق سیاست ندارد. کلی ویلی چه پس سرتیل افغانستان باسم کلی نور باسم. او جو برای معمولا در افغانستان نپار از قتل برخورد کهو او دیر زیاد اعتبار به پاکستان مندلوده. نبینان دقا حالات و وضعیت در طرق سرد دوهی ترون خصوصا دقا درم ماده یا درم بند دقیق تطبیق نسد. از سوی هم برخی از آگاهان مسائل سیاسی در این باره دیدگاه های گوناگون دارند. عدم هماهنگی میان سیاست های خارجی کشورهای زیردخل در تحولات افغانستان، فساد سیاسی و فساد اقتصادی در داخل افغانستان از جمله عوامل عمده بود که حکومت افغانستان را فرو کشاند. سیگر همچنان نگاشته که علتهای دیگر سقوط حکومت پیشین افغانستان را به زودی در گزارش های دیگر همگانی خواهد ساخت. کار کمیسیون های حق دسترسی به اطلاعات و تخطی های رسانه ای به زودی آغاز خواهد شد. سخنگوی امارت اسلامی میگوید که کارهای این دو کمیسیون تا چند روز دیگر به گونه عملی آغاز می شوند. ذبیح الله مجاهد میگوید که حکومت سرپرست از رسانه ها و فعالیت های آنان پشتیبانی می کند. متوقف ماندن کار کمیسیون های حق دسترسی به اطلاعات و تخطی های رسانه ای از مسائلی بوده است که همواره انتقاد های را در پی داشته است. اما اکنون سخنگوی امارت اسلامی می گوید که کارهای این دو کمیسیون تا چند روز دیگر آغاز خواهند شد. از این به بعد اگر کدام تخطی صورت می گیرد در رسانه ها یا مربوط به رسانه ها، ای به عوض از اینکه خدای نخواسته باز استخبارات مداخله بکنه یا ارگان های مختلف یا تحقیر و توهین به میان بیاید، کمیسیون تخطی ها بررسی تخطی ها پس احیا شده عنقریب کار خود را آغاز میکنه. از سوی هم وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید که در حال حاضر 170 رسانه در کشور از فعالیت باز ماندند، اما اکنون 198 رسانه دیداری و شنیداری فعالیت دارند و برای 10 رسانه دیگر جواز فعالیت نیز توزیع شده است. به طول افغانستان که 415 صوتی او تصویری رسانه موږ ثبت لرو. د 1202 کال را په دې خوا تر ننه پورې 415 صوتی او تصویری رسانه موږ ثبت لرو چې موږ سره راجستر دي، جوازونه اخیستې دي. همزمان با این، مسئولان شماری از نهادهای حامی رسانه ها که در این نشست شرکت کردند، از امارت اسلامی می خواهند که به اصول کار رسانه ها و خبرنگاران حرمت بگذارند. حکومت باید د خبریالانو په وړاندې د بدګمانۍ احساس ته د پای ټکی کړي او ټولو مسؤولینو ته لارښوونه وکړي چې د خبریالانو قانوني حقونو ته درناوی وکړي. در پایان این نشست، ذبیح الله مجاهد از مسئولان رسانه ها خواست که در نشر و پخش مطالب منافع ملی و اصول اسلامی را در نظر گیرند. شماری از کودکان مبتلا به سرخکان در سال جاری میلادی در مقایسه با سالهای پیش افزایش چشمگیر یافته است. وزارت صحت عامه میگوید که در سال جاری بیش از 40,000 کودک به سرخکان مبتلا شدند. عدم کارزار واکسیناسیون از علتهای اصلی پنداشته می شود که سبب افزایش این بیماری در کشور شده است. از سوی هم وزارت صحت عامه میگوید که از بهر کاهش این بیماری کارزاری را آغاز می کند. وزارت صحت عامه می گوید که شمار مبتلایان بیماری سرخکان در کشور در مقایسه با سالهای پیش افزایش چشمگیری یافته است. این وزارت می افزاید که چالش ها در کارزار واکسیناسیون این بیماری در سال پار میلادی سبب شدند که سرخکان در سال جاری افزایش یابد. 2018 29872 مبتلا 215 جان باخته. 2019 4187 مبتلا 10 جان باخته. 2020 5234 مبتلا 18 جان باخته. 2021 3333 مبتلا 108 جان باخته. 2022 44200 مبتلا 288 جان باخته. تا آخر ماه می ما در حدود
10 میلیون دوز واکسین ما خواهد داشتیم. انشاءالله بعد از ماه می یک کمپاین وسیع تر در تمام افغانستان ما به خاطر جواب به واقعیت مثبت میزل یا سرخکان ما برای خواهد انداختیم. پلوشه و شیدا مادرانی هستند که کودکانشان از بهر بیماری سرخکان به شفاخانه بستری است. پری روز تاو کرد، باز دین روز دیدم که دریش برآمد. دریش سرخ سرخ شد، تیره گفتن شاید اساسیت باشه، در جانش نبود. با صبح سعی کردم که شب تا صبح ای بچه که دارم تاو بسیار وزش خراب بود، سعی کردم که در جانشم خال خال برآمده. بازای خوب نداریم، کجا داریم؟ کاش که می داشتیم. شوارم در جوان جوانی معیب شد. همزمان با این برخی از پزشکان علت افزایش این بیماری را بی کیفیت بودن واکسین ها می دانند. یگان مردم واکسین هم شده سرخکان گرفته. در خودی همی کیفیت واکسین که هستی باید تجدید نظر شود. که نگاهداری چه قسم میشه کدام واکسین که مطلب با کدام سانتیگرید ای باید محافظت شود. همی کسی پرسونال که مسلکی است نیست. با این همه وزارت صحت عام میگوید که بانک جهانی برای نخستین بار کمک‌های بشری را با وزارت صحت افغانستان به ارزش 150 میلیون دلار تصویب کرده است. با گفته سخنگوی این وزارت بخشی از آن برای پیکار با بیماری سرخکان هزینه خواهد شد. رسیدیم به پایان خبر ده. شب بخیر.